اولین نوزاد آزمایشگاهی تهران امروز صبح ساعت 10:50 اول مرداد ماه جاری پا به عرصه وجود گذاشت. این نوزاد دختر با وزن و قد طبیعی در مرکز IVF جهاد دانشگاهی مؤسسه رویان از مادر 31 ساله با عمل سزارین متولد شد. انشاءالله که سالم باشه و شما رو بالا سرش سلامت بدونه و فرزند خوبی باشه براش. گروهی از پژوهشگران جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران همراه با زنده یاد دکتر سعید آشتیانی 8 خرداد 1370 مرکز جراحی محدود را با هدف ارائه خدمات درمانی به زوجهای ناباربر و پژوهش و آموزش در زمینه علوم باربری و ناباربری تأسیس کردند. این مرکز در نهایت پژوهشگاه رویان نام گرفت. دهه 60 یکی از معضلات کشور بحث درمان ناباروری بود که در اون زمان تعداد بسیار محدودی از زوجهایی که از مشکل ناباروری رنج می بردن این توفیق رو پیدا می کردن که با اختصاص ارض از طرف هیئت امنای صرفه جویی ارضی برای درمان ناباروری به خارج از کشور مراجعه کنن. خب ما با دفاع مقدس اون زمان مواجه بودیم، اولویت اول کشورمون بحث دفاع مقدس و مدیریت جنگ بود و بحثایی مثل درمان ناباروری اینا به تب در حاشیه قرار می گرفت. ولی با همت دوستان ما در جهاد دانشگاهی و پی بردن به این که یکی از اولویت های کشور بحث درمان ناباروری هست به جهت اینکه زوجهای ناباربر دچار مشکلات فراوان اجتماعی و فرهنگی هستند و خیلی از ازدواجها به دلیل مشکلات ناباروری منجر به متارکه میشد، ما این سماجت رو به کار بردیم و به هر نحوی که بود حتی در زمان جنگ مسئولین کشوری رو متقاعد کردیم که بپردازیم به قضیه ورود به بحث درمان‌های پیشرفته ناباروری در کشور. آخرین آماری که ما اطلاع داریم این هستش که قبل از شروع فعالیت ما تعداد حدود 100 زوج توفیق پیدا کرده بودن که برای درمان ناباروری به خارج از کشور برن. از قابل توجهی رو اختصاص داده بودن به این موضوع و ثمره این بیش از 100 زوجی که مراجعه کرده بودن برای درمان ناباروری به خارج از کشور طبق اعلام اون زمان مسئولین عالی رتبه کشوری چیزی حدود 10 تولد بودش. خب جهاد دانشگاهی همت کردش و دولت هم در اون زمان حمایت کرد و بالاخره در 8 خرداد 1370 رسما مؤسسه رویان به عنوان اولین مؤسسه که می تواند درمان‌های پیشرفته ناباروری در تهران را ارائه بده آغاز شروع به فعالیت کردش. قبل از ما مرکز یزد توفیق پیدا کرد که شروع کرد فعالیتش و اون هم به دلیل این بود که ساختار دولتی قرار داشتن و راحت تر از ما تونستن که ارز رو جذب بکنن و واردات دستگاه رو انجام بدن. ولی خب خوشبختانه بلا فاصله بعد از یه از ما شروع به فعالیت کردیم. ابتدای کار ما هم درمان ناباروری بودش. زوجهای ناباربر رو پذیرا بودیم و درمان ناباروری انجام میدادیم. ولی نگاه ما هیچ وقت صرف درمان نبود. از همون اول هم هدف گذاری ما بحث درمان، آموزش و پژوهش حول محور مشکلات ناباروری بود. این نگاه باعث شد که فعالیت‌های ما روز به روز توسعه پیدا بکنه، هم بتونیم در درمان ناباروری جایگاه ویژه و ممتازی در کشور در منطقه و شاید بتونیم ادعا کنیم در سطح کل دنیا داشته باشیم، هم در زمینه انتقال تجربه و آموزش نیروی انسانی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز مراکز دیگه بتونیم نقش ممتازی رو داشته باشیم و کمک کنیم به
مراکزی که خواستن راه اندازی بشن از جهت تربیت نیروی انسانی و به پژوهش هم توجه ویژه داشتیم. اعتقاد ما بر این بودش که اگر که بتوانیم سوالات خوبی از درمان انتخاب بکنیم و به سوالات خوبی برسیم، پژوهش میتواند در مورد این سوالات تحقیق انجام بده و نتیجه تحقیق در اختیار درمان قرار بگیره، برای اینکه ما بتونیم در زمینه کسب موفقیت بالاتر در درمان ناباروری توفیقات بیشتری داشته باشیم. چون کار درمان ناظر و آیدی حتما تیمی نمیشه که ما مشخصا فرد خاصی بگیریم. میزان موفقیت درمان ناباروری در مرکز درمان ناباروری رویان جهاد دانشگاهی قابل مقایسه و رقابت هست با بهترین مراکز اروپایی، آمریکایی و استرالیایی. این هم عدد و ارقام نشون میده و ما تمام فعالیت هامون رو ثبت میکنیم ماهانه و نتایجمون رو ثبت میکنیم و به کرات هم در محافل علمی اینو عنوان کردیم و هم در فلواقع گزارشاتی که منتشر کردیم ما آمارمون رو مطابق با استانداردی که در جهان از جهت میزان موفقیت منتشر کردیم. این در مورد کیفیت است. در مورد کمیت، در حال حاضر مرکز درمان ناباروری رویان با توجه به تعداد مراجعه کنندگان و تعداد سیکل‌های درمان‌های پیشرفته ناباروری که در سال انجام میشه جایگاه ممتازی در سطح جهان داره. ما حالا شنیدیم که یک مرکزی در اسپانیا هست که اون مرکز تعداد مراجعه کنندگان و سیکلای سالشون بیشتر از رویان هست. شنیدیم یک مرکزی در ژاپن هستش که تعداد سیکلاشون بیشتر از ما هستش و شاید اگر از اینا بگذریم بتونیم بگیم که ما جزء مراکزی هستیم در سطح جهان که بیشترین تعداد مراجعه کنندگان و بیشترین تعداد درمان‌های پیشرفته ناباروری در سال رو انجام میدیم و این جایگاه بسیار مناسبی در سطح جهان است. و این هم خوشحالم عرض کنم خدمت شما و کسانی که از این برنامه استفاده میکنن، اگر زوج ایرانی در هر جای دنیا به مراکز معتبر درمان ناباروری مراجعه کنه برای اینکه مشکل ناباروریش رو درمان کنه، اولین سوالی که میکنم میگن چرا در کشور خودتون به رویان مراجعه نکردید؟ فراوان ما زوجهایی داریم که در خارج از کشور زندگی میکنن و اینها از اون کشورها راهنمایی شدن که بیان در رویان درمان بشن. مراجعه کردم مثلا در کانادا به یه مرکزی، رئیس اون مرکز گفته که شما وقتی ایرانی هستی چرا در کشور خودتون درمان نمی کنید؟ بعد مراکزی که در سطح اروپا فعالیت می کنن، اونایی که واقعا انصاف دارن و فعالیتشون فعالیت های علمی هستش و تجارت در فعالیتشون نقش اصلی رو نداره، منصفانه زوجین رو ترغیب و تشویق می کنن که برای درمان به رویان در کشور جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنند. آماری هم داریم از اینکه کسانی خارج از کشور به عنوان گردشگری پزشکی وارد ایران بشن برای استفاده از امکانات رویان؟ بله. ببینید، قبل از مشکل کرونا یکی از مراکزی که مراجعه کنندگان قابل توجهی از زوجین خارجی برای درمان ناباروری در ایران بود، مرکز ما بود. ما با بیشتر از یعنی در سال 1398 بیش از 34 کشور از بیش از 34 کشور زوجین برای درمان ناباروری مراجعه کردن پیش ما و درمان ناباروری درمانشون انجام شدش و جایگاه خیلی خوبی رو داشتیم در سطح دنیا از جهت جذب بیماران خارجی اختصاص میدادیم به خودمون که متاسفانه این شیوع بیماری کرونا باعث قطع این ارتباطات و کاهش قابل توجه مراجعین خارجی به کشورمون برای مسائل مختلف درمانی شد که من جمله درمان ناباروری هستش و امیدواریم که انشالله این مشکل و شیوع کرونا کنترل بشه و
باز هم شاهد این باشیم که از کشورهای دیگه مراجعه بکنن و در مجموعه رویان از خدمات درمان ناباروری و سلول درمانی بهره بگیرن. رویان به عنوان یک قطب تحقیقاتی و فناوری در تراز بین المللی با مرجعیت در علوم سلول های بنیادی، تولید مثل، زیست فناوری، طب ترمیمی و مؤثر در ارتقای سلامت جامعه کار خود را آغاز کرد. نواهی از کنزر وای هست که برای تولید اسپرم به مهدش هست و یک جایی ناباروری میکنه. نکته بعدی این که یه قسمت مهمی که بازی بلند کنزر وای هست بشه اون ایزلف ایزوسپرم فکتور اونه که تولید اسپرم دچار اشکال میکنه و رهبری میکنه خودت بررسی بشه. سه تا ناهی هست به این قسمت ای و بی و سی. اگر ای و بی باشه باید بگیم که آقا شما چند بار هم آی بیف انجام بدید به نتیجه نخواهید رسید، بعد به دنبال جنین احتیاطی رو فرزند کنید. ولی اگر دنبال آخری که ای زد سی هست باشه همه پسراتون وضعیت مشابه شما پیدا میکنه، پس باید یک آخون جنین مؤنث بشه. پس این ارزشمند هر دو مداخله که باید انجام. مأموریت رویان از ابتدا بر چند محور آموزشی و پژوهشی در حوزه‌های زیست شناسی و پزشکی تولید مثل، سلول‌های بنیادی و زیست فناوری، تولید محصولات زیستی برای رفع نیازهای علمی کشور و درمان بیماران نابارور و صعب العلاج استوار بود. بیمارانی که به آزمایشگاه رویان مراجعه میکنند هم آقایون و هم خانم‌ها. در رابطه با مسائل ناباروری آقایون آزمایش اسپرموگرام اینجا انجام میدن که ما آنالیز اسپرم و آزمایش تخصصی مربوط به اسپرموگرام اینجا انجام میدیم. آزمایش مربوط به پلوسایتومتری که برای آزمایش اسپرموگرام هم انجام میشه ما اینجا به طور کامل انجام میدیم. آزمایشی که مربوط به خانم‌ها هست آزمایش‌های هورمونی، آزمایش‌های کم‌کنی و دیگه آزمایش‌های تخصصی که مربوط به خانم‌ها هستن اینجا به صورت کامل انجام میشه. لازم به ذکر شه که بیمارانی که میان اینجا آزمایشی که قبل از عمل انجام می‌خوان بدن، یکی از آزمایش‌های کرونا که این آزمایشگاه قادر به این هستش که این آزمایش رو هم اینجا انجام بده و در اسرع وقت به بیمارا جواب بده. آنالیز اسپرم به صورت کاملا تخصصی اینجا انجام میشه، یعنی ما برای آنالیز اسپرم 6 تا نیرو گذاشتیم که آنالیز اسپرم انجام بدن. قسمت هورمونی هم که ما دستگاه‌های اتوماسیون داریم که آزمایش‌های هورمونی به صورت کاملا تخصصی توی مرکز انجام میشه که در اسرع وقت به بیمارا قادر هستیم که این جواب رو بهشون ارائه بکنیم. مرکز فعالیت‌های خود را در قالب 3 پژوهشکده و 3 مرکز خدمات تخصصی شامل مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری، مرکز سلول درمانی و کلینیک دیابت طبقه بندی کرده است. از جمله اقدامات و افتخارات فراوان این مرکز میتوان به این فهرست اشاره کرد: تولد اولین کودک حاصل از روش باروری آزمایشگاهی در سال 1371، تولد اولین کودک حاصل از روش میکرو اینجکشن در سال 1373، تولد اولین کودک حاصل از روش تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی جنین در سال 1383، تأسیس نخستین بانک خصوصی خون بند ناف نوزادان در سال 1384،
تولد دو گوساله و سه بزغاله شبیه سازی شده در سال 1388. راه اندازی نخستین مرکز پیش بیمارستانی سلول درمانی کشور در سال 1389. راه اندازی نخستین بانک سلول های بنیادی جنینی و غیر جنینی کشور در سال 1390. افتتاح بانک تخمدان پژوهشگاه رویان در سال 1390 و افتتاح مرکز توسعه فناوری محصولات پیشرفته سلولی رویان در سال 1397.